کامران خاورانی، معمار و نقاشی که به هنرمند بشر دوست نیز معروف است، روز چهارشنبه 20 فوریه در دانشگاه ایالتی نیو پالتز واقع در حومه شهر نیویورک برای جمع کثیری از دانشجویان و دیگر علاقمندان به تاریخ و هنر سخنرانی کرد. این سخنرانی که تحت عنوان هنر برای انسانیت جدید برگزار شد، توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه نیو پالتز، دانشکده هنرهای زیبا و نمایشی و موزه هنر ساموئل دورسکی برنامه‌ریزی شد. Well, I had the pleasure of meeting Dr. Khavarani at his gallery. من در اکتبر گذشته افتخار آشنایی با آقای خاورانی رو در گالریش در لس آنجلس داشتم. و نظر به اینکه ما در این دانشگاه خیلی علاقه‌مندیم رشته‌های مختلف رو به هنر مرتبط کنیم، از ایشون دعوت کردیم تا برای دانشجو و اعضای دانشگاه درباره ایده های خودش در زمینه هنر و انسانیت صحبت کنید. معرفی سخنرانی آقای خاورانی را بهمن مقصودلو، محقق فیلم و منتقد هنری به عهده داشت. کامران خاورانی با نمایش تصاویر اسلاید و استناد به نقل قول‌هایی از کارشناسان و محققین تاریخی، فلسفی و هنری، به روش سقراط‌گونه‌ای مخاطبین را به این پرسش واداشت که معنی واقعی هنر چیست؟ هنر تنها گونه‌ای از خلاقیت هست که در هارمونی با ارزش‌های یونیورسال از خودش انرژی زیبا بتراود و زیبا زندگی رو زیباتر کند. در غیر این صورت is personal. حالا چرا گفتم personal؟ برای که هم پرسونه، هم پرسونای، هم نارت، هم آرت. کامران خاورانی توضیح داد که چگونه تحت تأثیر مطالعات عمیق فلسفی و عرفانی، ناگهان از سبک نقاشی کلاسیک به سبک آبستره روی آورد و از سوی پروفسور آلبرت بوئمه، منتقد هنری در دانشگاه UCLA، عنوان هنرمند صاحب سبک در مکتب رمانتیسم انتزاعی را دریافت کرد. اولین اگزیبیشنی که داشتم همه از من می‌پرسیدن که این سبک تو چه سبکیه؟ میگفتم والا من نمیدونم، من یه نقاشی کردم چه میدونم چه سبکیه؟ دیگه نه عقل و نه سوادش داشتم که چنین انتخابی رو من برای نامش بکنم. بعد یه امریکایی اومد توی گالری من، توی اونجایی که قرار نمایشا بگذارم و گفت که تو چرا نمیری از این دانشگاه UCLA که نزدیکی تو هست بپرسی؟ گفتم برم از کی بپرسم؟ خب من برم پیش کی چی بگم؟ بعد گفت که من یه شماره تلفن بهت میدم، یه پروفسور خیلی مهم و معروفه، اگر گیرش بری میاد کمکت میکنه. منم زنگ زدم و پروفسور بوم خودش گوشی برداشت و با نهایت مهربونی بهش گفتم والا من یه آرشیتکت ایرانی هستم، این نمایشگاه نقاشی گذاشتم و همه از من سوال میکنن که این سبک تو چیه؟ من عقلم نمیرسه، بلد نیستم، نمیدونم چیه، میشه کمکم میکنید؟ ایشون با مهربونی پذیرفت و آمد و نقاشی من دید و بعد به من گفت که من نقاشی اینجوری ندیدم تا حالا، نمیدونم چیه، اجازه بده روش مطالعه کنم. بعد یه تعداد زیادی از دعوتنامه‌ای برای اوپنینگ نمایشگاه منو برداشت و تمام آرتیستوری دیپارتمنت UCLA رو دعوت کرد. اون شب چون شب شلوغی بود، من طبعا با ایرانی ها خوشبش میکردم، اصلا پیش ایشون نرفتم، ولی میدیدم که عده یه گوشی هستن دارن با هم صحبت میکنن. و سه روز بعدش به من زنگ زد و گفت به تبریک میگم. You brought a new style to the world of art. پروفسور آلبرت بوئمه فعالیت هنری آقای خاورانی را جنبشی یک نفره نامید، با این توضیح که وی موفق شده بار دیگر با نقاشی‌های خود این نگاه رمانتیک را که هنر با دستیابی و تسخیر دلها قابلیت ایجاد تغییر در تخیل و نگاه بشر نسبت به جهان پیرامون خود را دارد احیا کند. من برای اینکه قشنگ بر شما بیان بکنم، یه بیت از فردوسی می‌خونم بعد حرفمو می‌زنم. یکی از ابیات شعر فردوسی که خیلی معروفه میگه هنر نزد ایرانیان است و بس. من از خیلی میپرسم که اون یعنی چی؟ فردوسی رو گفت یعنی مثلا ایرانی ها خوب بلدن کمونچه بزنن، مثلا هیچ کی دیگه بلد نیست. دو سه جور جواب گرفتم. یه عده میگن اینو فکر نمیکنیم فردوسی گفته، اینو بهش مثلا انتساب کردن به فردوسی یا وصف کردن بهش. یه عده دیگه میگن خب شاید اون موقع مثلا ایرانی ها از همه هنرمندتر بودن. ولی در حقیقت معنی این بیت این است که هنر، واژه هنر از دو بخش هو و نر درست شده. هو به فارسی باستان یا اوستایی، حالا من دقیقا نمیدونم کجا، ولی به معنی نیکیه. نرم یعنی اثرگذار. هنر میشه نیکی اثرگذار. و هنر موقعی است که اون
جوهری که در ما هست خودشو منیفست بکنه، خودشو نشون بده. یعنی اگه من بلدم یک قشنگ بنویسم، خب تو دلم بلدم قشنگ بنویسم، خب قشنگ بلدم بنویسم صحبت. ولی اگه من اینو اومدم نوشتم، یه نوشته آوردم که زیبا بود، اون میشه حالا من گوهرم تبدیل به هنر شده. در 20 مارس 2010 مقامات کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه یکی از نقاشی‌های آقای خاورانی را به دیوار کتابخانه کنگره آمریکا آویختند، اثری که پرنده آزادی نام دارد. من هدفی ندارم، چون مولانا میگه تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. بنده چو بیندیشد پیداست چو بیند، حیلت بکند لیک خدایی نتواند. میگه استیزه مکن مملکت عشق طلب کن، کین مملکتت از ملک الموت رهاند. من هدفی ندارم، ولی یه اینتنشن دارم، یه خواست دارم، یه آرمان دارم. آرمان اینه که منم اومدم دنیا رو بهتر بکنم. وقتی روزی که از این دنیا میرم میخوام دنیا بهتری باشه. و با وجودی که دنیا پر از تاریکی و ستم و ظلم و هرس و آز در همه بخشی هست، من میتونم دو جور فکر کنم. یکی فکر کنم که من چه کارم، من چه پک زورم نمیسته، من خودم هم اگه یه شمع کوچیک هستم خودم رو خاموش کنم و منم همرنگ جماعت بشم. یکی دیگه هم که جوری که مولانا میگه من ذوق بکنم که اینقدر تاریکی زیاده، خب پس این اپورتونتی و این شانس به من داده شده که من دنیا روشن کنم، به سهم خودم یه شمعم، یه شمع دیگر روشن بکنم. حال باید همان گونه که برخی از متخصصین تاریخی و هنری اظهار نظر کردند منتظر ماند و دید که نتیجه کارهای آقای خاورانی چه تأثیری بر تاریخ هنر معاصر خواهد گذاشت. مدودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.